پسر قشنگم، تو بی گناه بودی. راستی کدام آبان بود که به جمجمه فرهاد شلیک کردید و پیکرش را به کوچه تاریک بردید تا جان بسپارد؟ او 38 سال داشت و صاحب یک مغازه با برادرانش بود. شب 26 آبان، هنگامی که تازه از کار به منزل برگشته بود، میخواست شام بخوره که به دلیل قطع برق برای آوردن خواهر و خواهرزادش از منزل خارج میشه. در ابتدای کوچه زنی رو میبینه که تیر خورده. ناگهان فریاد میکشه اینو کشتین، اینو کشتین. او را هم هدف گلوله قرار میدهند. سپس جنازه او را به کوچه پشتی منتقل کرده و همانجا رها میکنند. جستجوی خانواده برای پیدا کردن فرهاد از همان هنگام که او از خانه خارج می شود و باز نمی گردد آغاز می شود. پس از 3 روز بیخبری، فردی که شاهد کشته شدن فرهاد بود به منزل آنان مراجعه می کند و عکس جنازه او را به خانواده نشان می دهد. بعد از 4 روز بالاخره جسد او را پیدا می کنند و تحت تدابیر امنیتی به خاک می سپارند. مادر فرهاد در اولین سالگردش میگوید نمیگذارند سر قبر فرزندمان یک شمع روشن کنیم. شمع روشن کردم بیادت. راحت گرامی باشد. غمگین مباش مام وطن، برمیخیزند از نو فرزندان سوخته تو، زنان و مردان، دختران و پسرانت از دل خاکستر خود.